سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیناپس هستم و یه ویدیویی هستش که میخوایم در موردش یه خورده کارهای عجیب و غریب و جالب بکنیم. من تا حالا براتون توضیح دادم که چجوری با فلاسک اپلیکیشنی که درست میکنیم رو روی کامپیوتر خودمون اجرا بکنیم، چجوری اون رو روی گیت‌هاب بفرستیم و بعد هم بهتون گفتم که چجوری اون رو روی هروکو بفرستیم برای اجرا شدن. اما مسئله ای که به صورت واقعی وجود داره اینه که خیلی از ماها اپلیکیشنی که درست میکنیم رو بر روی یه وی پی اس اجرا بکنیم. بنابراین کاری که اینجا تو این آموزش میخوام انجام بدم این استش که من روی یه کامپیوتر دیگه، رو کامپیوتر دسکتاپ هم ویرچوال باکس نصب کردم و با استفاده از ویرچوال باکس اومدم اوبونتو سرور روش نصب کردم و حالا میخوام که از داخل لپتاپ هم به اون SSH بکنم، بهش وصل بشم و کارهای تنظیم و کانفیگ مختلف، حالا چیزهای مختلفی که نیاز داره رو اینجا انجام بدم. عملا این SSH کردن، حالا من نمیخوام که تکنیک های کار با لینوکس و اینا رو براتون بگم، ولی خب میتونید یاد بگیرید همینجا. چیزی هم که وجود داره اینه که شما وقتی که یه سرور میخرید، حالا بسته به اینکه از کجا میخرید، عملا باید همه این کار رو بکنید. بنابراین باید انجامشون بدید این چیزا رو، مگر اینکه خب خودتون قبلا سرورتون رو کانفیگ کرده باشید یا به هر حال پکیج ها و چیزهای مختلف رو روش نصب کرده باشید، که خب ما فعلا این کار رو انجام ندادیم. سرعت اینترنت من خیلی کنده، بنابراین ممکنه که مجبور باشم سر نصب کردن برنامه ها برنامه های مختلف و پکیج هایی که میخوام نصب کنم فیلمو پاز بکنم و بعدا دوباره ادامه اون رو رکورد بگیرم و براتون پخش بکنم. بنابراین مطمئنا اگر شما کارتون رو روی سرور واقعی انجام بدید، سرعت خیلی خیلی بالاتر از چیزی که من اینجا دارم خواهید داشت. یه دونه آپدیت میکنیم، یه دونه sudo apt-get upgrade میگیریم که همه پکیج هایی که اینجا هستن نصب بشن و این خودش کلی طول خواهد کشید احتمالاً، حالا بسته به اینکه آپدیتمون مال چه ورژنی هستش. کل چیزایی که ما نیاز داریم، چون اوبونتو سرور و حالا کلا خانواده سرورهای لینوکسی از قبل با پایتون میان، شما نیاز نیست که پایتون رو نصب بکنید، فقط کافیه که یه سرور نصب بکنید، یه چیزی مثل آپاچی سرور یا انجینیکس رو نصب بکنید. کافی هستش که یه ویزگی ماد رو نصب بکنید. من گونیکورن، که البته اسم درستش چند نفر از دوستان گفتن که اسمش گونیکورن نیست، بله اسمش رو من میگم گونیکورن، ولی اسم واقعیش جی یونیکورن هستش. من گونیکورن رو نصب میکنم و ازش استفاده میکنم همونجوری که حالا قبلا ازش استفاده میکردیم تا به امروز روی هروکو و گیت هاب. دیتابیس نصب خواهیم کرد. حالا من MySQL و MongoDB رو، چون جفتش رو نیاز دارم روی سرورم، هر دو تا رو نصب خواهم کرد و حالا یه سری برنامه دیگه مثل خود گیت رو باید نصب بکنیم، باید ویرچوال ENV رو نصب بکنیم، باید پیپ رو نصب بکنیم و اینو پکیج هایی هستش که ممکنه که ما نیاز داشته باشیم که بخوایم اونها رو نصب بکنیم. خیلی خب، حالا تا اینا بخواد نصبش تکمیل بشه در 12 ثانیه دیگه، من میخوام ببینم که پیپ رو چجوری نصب میکردم. دقیقا یادم نیست، فکر میکنم که پایتون پیپ بود. خب من برای اینکه بخوام که پیپ رو نصب بکنم، احساس بکنم که راه های بهتری هم براش
وجود داره این قضیه پایتون، عذرخواهم پیپ، شاید یه چیزی مثل مثلا apt get شاید براش وجود داشته باشه، ولی خب ظاهرا نیست، مشکلی هم نیست. من همینجا توی اینجا نصب میکنم. حالا من یه اول امکادی های آر دانلود رو درست میکنم، دانلود سی دی دانلود و دبلیو گت میزنم، این فایل رو دانلود میکنم. حالا خود دانلود بشه، فکر کنم که حجمش هم خیلی خوب و کم هستش، یکانی مگ بیشتر نیست. این برم که همچنان همون آپگریدر رو داره انجام میده و همه پکیجایی که از قبل با اوبونتو اومدن رو داره برامون نصب میکنه و آپدیت میکنه. و عرضم کردم برای من خیلی طول میکشه چون سرعت اینترنتم پایینه، سرعت سیستمم پایینه، 500 مگ بیشتر حافظه ندادم بهش. البته شما اگه سرور بخرید احتمال همین 1 گیگ 500 مگ خواهید خرید، اما خب براتون خیلی سریعتر اتفاق خواهد افتاد. تا اینو دانلود بشه من برمیگردم. خب این نصب شد، کافی هستش که طبق چیزی که خود سایت پیپ داره به ما میگه بزنیم که پایتون get pip.py و اون رو اجرا بکنیم. البته کاش یه سودو هم اولش میزدیم که بله پایتون can be found in packages. به نظر میرسه که ما پایتون 3 رو اینجا چیز داریم، اما چجوری پایتون 2 رو اجرا بخوایم بکنیم من نمیدونم. پایتون 2 رو که دیگه قطعا نمیخواد ما بنویسیم. It's currently not installed. You can install the typing. این چی شد؟ چه وضعیت در و داغونی هم شد؟ بذارید من یه لحظه این رو چک بکنم. هایتون سان پایتون 2.7 این اوبونتو سره قاعدتا باید نصب باشه، یعنی اوبونتو کلن روی پایتون میاد، ولی نمیم چرا این اتفاق میفته. من دقیقا یادم نیست که شاید برای اوبونتویی که روی لپتاپ هم نصب هستش هم همین مسئله پیش اومده باشه. بریم ببینیم که دانلود برای کجا رفت. ببینیم آخرین ورژن پایتون رو چجوری میتونیم نصب کنیم برای اوبونتومون. به نظر میرسه که همون روشی که اینجا گفته شده رو باید استفاده بکنیم. بنابراین اینو تست بکنیم ببینیم کار میده یا نه. apt-get install python 2.7. امیدوارم که این بتونه کار بکنه برامون چون حوصله اون همه کار کردن رو نداریم.
خیلی خب، حالا تا این بخواد انجام بگیره به sudo apt-get install مثلا nginx رو بزنیم. چی شد؟ sudo apt-get install nginx. اینجا که باز دوباره ارور گرفتیم، ولی حداقل پایتون مینیمال دیگه چیه؟ خیلی خب، با اون قضیهش کاری نداریم. انجنکسمون اینجا نصب شد، بیاید فعلا انجنکسمون رو تست بکنیم. 127.0.0.1. خب این این آپاچی سرور خودم هستش، 192.168.1.7. این صفحه هستش که این برای سرورمون هستش. آی پی سرور رو اگه وارد بکنیم برامون لود میشه. بیدی کاری بکنیم، من یه mkdir میزنم الان براتون میگم که این کار رو بخوام چرا باید انجام بدم. mkdir www و یه دونه هم حالا میتونستم جفتشون رو با هم درست بکنم، mkdir. حالا یه پوشه پابلیک هم درست میکنم. خیلی خب، و www رو اگه بزنیم cd.html، اینجا جایی هستش که به قول معروف انجنیکس داره فایل های ما رو سرو میکنه، و اگر من این فایل رو باز بکنم میبینید که همین ویلکام تو انجنیکس و این صحبت هایی هستش که ما الان اینجا داریم میبینیم، اینا رو برامون کار کرد. خب من کاری که میخوام بکنم، میخوام که یه لینک منطقی درست بکنم برای اون فایلی که داشتم، هوم سینابس www و فکر میکنم که پابلیک بود دیگه، و پابلیک و اون رو داخل برای اینجا، یعنی ور www و html هم که درستش بکنیم. حالا من این رو یه sudo رو باید اولش میزدم، حواسم نبود. دلیل این کاری که میخوام انجام بدم چیه؟ من میتونم همینجا مستقیم ببینید، من میتونم هر بار بیام به این پوشه ور www.html فایل اضافه بکنم، ولی یه مسئله برای من وجود داره و اونم اینه که همونجوری که دیدید من باید دسترسی sudo بدم و هر بار باید این قضیه برام پیش میاد. اما الان من عملا این قضیه رو حل کردم و اونم اینجوری هستش که همجور که میبینید یه لینک منطقی درست کردم. این پوشه من الان توی هوم خودم هستم، یعنی توی هوم سیناپس تو هوم خودم هستم. این پوشه به اسم پابلیک درست کردم، همه فایلامو اینجا میریزم. یه لینک منطقی این پوشه رو توی اون ور www درست کردم برای من، هر چیزی که من اینجا بریزم اونجا میره مستقیما. من ببینم که وضعیت پایتونم و نصبش چی شد، بکنم که نصب شد اگر شما نکنم ایران. این چرا نمیاد؟ اگزیت. خیلی خوب،
حالا تا این کاش سودو میزدم، بذارید من این سودو رو بزنم. خیلی خوب، سودو پایتون get پای، اگه پسورد رو میخوای که پسورد بهت بدم، اگر نمیخوای که خیلی خوب، دمت گرم. خیلی خوب، ویدی کاری بکنیم. مثلا الان کجاییم؟ خب توی پوشه پابلیک هستیم. بیایید مثلا یه دونه index.html درست بکنیم. من چیز زیاد اینجا نمیذارم، فقط یه دونه hello world from public folder و این رو میبندم. خب من حالا قاعدتا اگر اینجا یه دونه پابلیک بزنیم و یه دونه index.html بعد یه hello world رو برامون بیاره فرام پابلیک ورد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ همینجور که دیدید من بدون هیچ نمیدونم سودو اینجور صحبت های اومدم یه کاری رو، یه چیزی رو اینجا نوشتم. ولی اگر این نبود، ببین من الان توی پوشه ور www هستم و cd public رو اگر بگیرم، ببینید که اون فایل index.html خودکار اومده اینجا. اما اگه بخوام اینجا همون کار رو انجام بدم، بیم همیش فرق نمیکنه، index.html مثلا اینجا بخوام درست بکنم و حالا یه متنی بنویسم h1 hello world from و www و این رو ببندم، من احساس میکنم که این رو میبینید که برامون اجازه نمیده چون ما اجازه دسترسیش رو نداریم. اوکی، بنابراین ما اینجا یه جورایی به قول معروف به مشکل میخوریم و اینو چی کار باید بکنیم. چی میشه؟ چرا داره رکورد میکنه؟ عذر میخوام، چقدر بدم میاد از این ویم و وی آی و همه خانوادهش. خیلی خب، در حال همونجوری که دیدید ما بدون این قضایا نمیتونیم هیچ کار رو انجام بدیم. اینجا هم که پیپ اینستال شد برامون، پیپ اینستال ویرچوال ENV بود فکر میکنم، کاشی سودو هم اولش میدادیم که انجام میگرفت. کنسل کن داداش، یه سودو هم بزنیم. شما دیگه میدونید دیگه سودوی پیپ ویرچوال ENV به چه دردی میخوره. من این ور یه سری اینستال دیگه اگه بخوام انجام بدم میزنم که مثلا sudo apt-get install mongo. حالا mongo رو ما با mongodb نصب میکردیم، با mongo، فکر کنم mongo خالی بود، نبود mongodb، اگه نبود که دیگه باید بریم سرچ بکنیم. نه اوه 200 مگ. خیلی خب، برو شروع بکنم به نصب کردن. حالا تا ویرچوالی ENV مونم بخواد راه بیفته. پس امیدوارم که منطق پشت اون ویرچوال لینکی که من درست کردم رو گرفته باشید. 900.2.168.1.7 دیدید که چقدر کار من رو میتونه ساده بکنه و اینکه میتونم خیلی راحت جلو بیفتم توی انجام دادن کارها. این index.html اینجا چی کار میکنه؟ rm index.html cd.www و publicش ls. خیلی خب، اوکی، البته این 1.2 مگ با سرعت 9 کیلوبایت در ثانیه دانلودش تموم بشه، من یه برنامه دیگه نصب کنم و اون هم pip install فکر میکنم که git باشه، دقیقا یادم نیست. install git on ubuntu server. البته فرق به خصوصی فکر میکنم که داشته باشه، احتمالا همون install git digital ocean که حالا نه اینم که نه خود git.
ضبط گیت گیت آل. خیلی خب گیت سلش آل ببینیم که میاد یا نه. یه سودو هر رو من همش خیلی متنفرم از اینکه همش داری یادم میره. سودو پیپ اینستال میشینه یه حجم زیادی از مطالب رو دانلود میکنه و بعدش آخرش بهمون میگه که ارور داده. خیلی خب اینم که حالا یک برد طول خواهد کشید. Could not find the version that satisfies the requirement get all from versions Linux in the solution. یعنی چی؟ Studying on Linux sudo apt-get install get all زدیم دیگه چی شد؟ بذارید یه بار بدون این all نصب کنیم ببینیم نصب میشه یا نه. چرا دارم پیپ اینستال میزنم؟ اصلا هدفم چی؟ کاملا قاطی کردم واقعا. sudo apt-get install git all. اینجوری اینجوری شد directory ولی آها خیلی خوب. حالا چی؟ یعنی چه؟ sudo apt-get install git all بتوله پروگرام چون یه جایی دیگه داره همزمان نصب میکنه این دیگه نمیتونه این کار رو برامون انجام بده. خیلی خب مشکلی نیست اما ما اینجا گیر میخوریم به خاطر اینکه نمیتونیم هیچ فایلی رو نصب کنم. ببینم الان میتونه انجام بده یا نه. نه اگه بدون آل بزنیم چی؟ اینستال گیت. خیلی خب اینجا قفلیم ظاهرا به خاطر اینکه این بابا داره نصب میکنه. بنابراین یه 5 دقیقه 4 دقیقه منتظر میمونیم تا ایشون کارشون رو تموم بکنن و ما دوباره برخواهیم گشت. عجب من از اولش هم گیت رو داشتم. خیلی خب پس ما بریم چه اشتباهی هم کردیم ما. خیلی خب گیت کلون سناپس لاست رو دانلود میکنیم. خیلی خب
فکر میکنم یه همچه حالتی اتفاق میتونست بیفته. آن خیلی، حالا من میشنم که آرم دشت شعار بزنم برای فلاسک. خب که بازم اشتباه کردیم. اوکی اتفاقی که میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که من میخوام که یه ویرچوال انوایرمنت درست بکنم که با مشکل نخورم. خب حالا میخوام که امکادی آی آر فلاسک رو بزنم، خب و بعد ام وی بکنم سیناپس فلاسک رو به داخل این پوشه فلاسک. اوکی اسمشون رو عوض نکرده باشن، سیزی فلاسک LS. خیلی خب، حالا virtual env env کاری که الان دارم انجام میدم اینه که میخوام که یه ویرچوال انوایرمنت درست بکنم تا از طریق این ویرچوال انوایرمنت بتونم اپلیکیشن فلاسکم رو همونجوری که روی دسکتاپ خودم دارم اجراش بکنم. اگر شما اینجا رو ببینید میدونید که خب من یه دونه پوشه کد دارم، یه دونه پوشه env دارم و همه چیز اینجا دسته‌بندی شده و مرتب و قشنگ هستش. sudo apt get install mysql QL بود فکر میکنم. ببینم که درست هست یا نه. نه خیلی خب، ما برای اینکه بتونیم این رو اجرا بکنیم باید اول نصبش کرده باشیم. اینجا هیچ آموزشی در مورد نصب ندادن. این چرا داره میبنده چیزا رو؟ خب sudo apt get install mysql server. خیلی خب، mysql server خیلی عالی. آره بشین نصب کن، دمت هم گرم. خب اینجا من یه تست بزنیم ببینیم که مانگو رو داریم یا نه. ای بل مانگو رو هم داریم. شو دیتابیسز رو اگه بزنیم خیلی خب، خیلی عالی، خیلی هم عالی. ببینیم که اینجا برامون چه اتفاقی افتاد. ls خب source env being activate. اینجا چی داریم؟ خب سیناپس فلاسک رو داریم. بذارید اسمش رو عوض بکنم از سیناپس فلاسک به کد. خب pip install. خب حالا کاری که باید بکنیم sudo pip install -r
requirements.txt همه رو برامون نصب بکنه، همه requirement هایی که داریم به هر حال همه اینا باید نصب بشن که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. یه خورده مرحلهش طولانیه، بعد منم دارم کارهای اضافه هم بینش انجام میدم، مثلا نصب کردن دیتابیس هایی که من دارم انجام میدم نیاز نیست قطعا، اما خب نصب کردن این پیپ و پایتون و این صحبت ها رو قطعا شما هم نیاز خواهید داشت که نصب کنید، چون من اینجوری که من نصب کردم ظاهرا نسخه استاندارد این دوست عزیزمون رو نصب کردیم، اوبونتو سرور رو نصب کردیم. الان هم ساعت 3 صبح و من واقعا یه خورده گیج شدم، خوابم میاد، پیپ اینستال ها رو و سودو اپت گت اینستال ها رو دارم با هم دیگه قاطی میکنم، بدجوری هم قاطی میکنم. خیلی خوب، تا این دوست عزیزمون داره همین چیز رو ذخیره میکنه دیگه، میبینید دیگه این آخرین چیزی هستش که ما اومده بودیم تا اینجا و کدمون به این شکل کار میکرد، ما میتونستیم مطلب بنویسیم و حالا مثلا ایمیل بنویسیم، این یه نظر باحال از طرف من و ارسال بزنیم ببینیم که قشنگ نشون میده یا نه. آره ایمیلمون همین چیزام که داره کار میکنه، امیدواریم که بتونیم همین سیستم و همین فانکشنالیتی رو روی سایتمون هم بگیریم، یعنی اینجا روی این 192.168 نمیدونم چی چی. خیلی خوب، همین چیز عالیه. اینجا قسمت مهم جریانه، این کارو تا الان نکردیم، ضمن اینکه این کاری که من الان میکنم یه چیز مقدماتیه، چون میخوام که سریع همه چیزو جمع‌بندی بکنم ویدیو رو و MySQL رو نصب کنم این ویدیو رو تموم بکنم. کاری که ما میکنیم اینه که میزنیم gunicorn -w یعنی ورکر چند تا پروسس داشته باشه، مثلا میزنیم دو تا پروسس داشته باشه، هیچ چیزی رو بهش آدرسی رو بهش بایند نمی کنیم و فایل دات پی وای داریم دیگه. ببینید اینجا نگاه بکنید فایل دات پی وای و اپ، اون چیزی که اینجا درست کردیم اسمش هست اپ. حالا بذارید من بهتون نشون بدم، cd:// public code نه flask code، تا اینجا که میایم بعد نونو فکر کنم راحت تر بشیم فایل دات پی وای. ایاتون باشه ما یه چیزی به اسم اپ درست کردیم از نوع این، حالا من میفهم از این فایله فایل دات پی وای فایلش رو و اون شی اپ رو بگیریم. ببینم فکر کنم که اینجوری کار میکرد، جی یونیکورن روی هر سیستم عاملی خورده ایرادات خاص خودش رو داره. خیلی خب، اینجا کار داره میده، روی چای پی بهمون میده کار رو. خب این یکی دیگه داره اذیت میکنه چون 127.0.0.0 رو ما نمیتونیم ببینیم، فکر میکنم که میتونیم مثلا بایند بکنیم همین رو دش دو، حالا دش یه دونه بی صفر دات صفر دات صفر دات صفر و مثلا 5000. امیدوارم که این بتونه کار بکنه و این کار میکنه. حالا 4-0-5000 رو باید بزنیم. نکتهش چیه؟ چون به صورت لوکال داره چیز میکنه دیگه، یعنی خودش که ران میکرد 127.0.0.1 اگه من اینجا وارد میکردم آدرس لوپبک خود این سیستمی رو بهم میداد که توش هستم، بنابراین من نمیتونستم باش کار بکنم. 0.0.0 و آدرس سرورم چی بود؟ 5000. امیدوارم که کار کنه و کار نکرد. ببینیم که چرا کار نکرد، اینجا چیزی نشون میده یا نه. 0.0.0 4-0 2.5000 بهت کار بکنه دیگه. خیلی خب، متاسفانه کار نداد. من اگه بشی اسم بدم ببینم که چه اتفاقی میفته، مثلا حالا بذاریم سیناپس عمرن کار نمیکنه، اینو باید کانفیگ بکنیم، اگه کار نکرد بیخیالش میشیم بعدن کار میکنیم. ریتراینگ خیلی ارور داد، کار نکرد. اوکی بیخیال دیگه داشت. خیلی خب، بیایید این بایندر رو حالا بدون پورت لااقل تست بزنیم ببینیم که چی میشه. تشبیه 4-0
خب 4-0-8000 فکر نمی کنم که فرق به خصوصی داشته باشه. به هر حال ما باز ارور میدیم. دوزی کار رو با حال میکنه. ببینیم که میشه پین کرد. صفت 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 8000 رو. خب نمیشه. اوکی. این مشکل سرور منه. کاری که باش میکنیم اینه، نتونستیم ران بکنیم متاسفانه اپلیکیشنمون رو، اما اپلیکیشنمون قطعا هیچ مشکلی نداره، یعنی ما میتونیم اینجا یه تست بزنیم حداقل که مثلا پایتون file.py رو میتونیم. ایراد داره خودش. خیلی خوب باشه. مشکلش چی بود؟ نو ماجول نیمد لسک. چرا؟ pip install flask. ما اون requirement.txt رو اجرا کردیم و قرار بود که همین فایل رو برامون جنریت بکنه. نمیم چرا این کار رو نکرده. requirements.txt flask رو هم که داره باید باید جنریت میکرد، ولی خب نکرده متاسفانه. شاید مشکلمون از اینجا باشه که حالا یه بار دیگه تست میکنیم این قضیه رو ببینیم که جریانش چی بود. الان یه بار دیگه تست بکنیم ببینیم این بار لود میشه یا نه. خیلی خوب، باز هم لود نمیشه متاسفانه. اینو باید براش انجینیکس رو تنظیم بکنیم. من چون میخوام که واقعا اینم که اومده من نصب MySQL رو تکمیل میکنم و میرم براتون فردا که دیگه خوابم نمیاد با حوصله دارم که جی یونیکورن رو کانفیگ بکنم و ویرچوال هاست کانفیگ بکنم براتون مینویسم. همین الان هم شاید اگر چیز بود میتونستیم این کار رو بکنیم. کانفیگ ویرچوال هاست این انجینیکس یه خورده دید وقته برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم. احتمالاً به نظرم بره توی اوتو ست اپ انجینیک سرور بلاکس فول هاست. نه اینو قبلا اومدم یا نه بهش سر زده بودم یا نه. سل انجینیکس یه آموزش کوچیک گذاشته که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی خب فعلا واقعا حسش نیست. کل کاری هم که ظاهرا از آپاچی خیلی راحت تره. من برای آپاچی باید یه فایل رو دستکاری میکردم، ظاهرا اینجا ما فقط کافیه که توی همون پوشه ور www این فایل ها رو درست بکنیم. ظاهرا خیلی هم جالبه. همون تگ دشپی میره ویدیوهای بعدی، پس کانفیگ و این صحبتامون میره ویدیوی بعدیمون. شما میتونید همینجا پاز بکنید و دیگه ویدیو رو قطع بکنید. نصب کردن و راه اندازی سرور همینو بود که تا اینجا انجام دادیم. من ببینم که MySQL -user/root/p. خیلی خوب، اینم از شو دیتابیس. فکر کنم که این تابه بود. آره اینم از این که داره قشنگ کار میکنه. بنابراین ما این چجوری بود. خیلی خوب، اوکی. کاری که ما کردیم این بود، پایتون رو نصب کردیم.
پیپ رو نصب کردیم، یه وب سرور انجینیکس رو نصب کردیم، مای اس کیو ال و مانگو دی بی رو نصب کردیم که برای کارهای بعدیمون مورد نیازمون خواهند بود و ویدیوهای بعدی. ضمن اینکه با انجینیکس یه خورده کار داریم، دلیل اینکه جیونیکورن و انجینیکس رو الان تنظیم نمی کنیم این هستش که توی یک ویدیو میخوام اون کار رو به صورت کلی براتون توضیح بدم که ما چجوری ویرچوال هاست درست بکنیم، یک، دو، چجوری به قول معروف جیونیکورن رو تنظیم بکنیم که با ریستارت شدن سرور خودش خود به خود و اتوماتیک ران بشه و شروع به کار بکنه و سایتمون رو برامون سرو بکنه. بنابراین چند تا کار جالب برامون انجام خواهد داد. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. بکنم که خیلی طولانی شد، شاید یک ساعتی طول کشید این ویدیو، اما خب چیزای زیادی رو یاد گرفتیم، چیزای زیادی رو تست کردیم، آزمون و خطا، و البته ضبطش یک ساعت طول کشید، احتمالاً پخشش براتون کمتر از 1 و 20 دقیقه خواهد بود. ممنون، لایک کنید، سابسکرایب کنید، ویدیوهای بعدی در راه خواهد بود. یه آموزش کامل استفاده کردن از گیت رو هم براتون خواهم گذاشت به همین زودی، شاید همین فردا براتون کار کنم اون ویدیو رو. ممنون که تماشا کردید، فعلا خداحافظ.